روی لحظه های تره چشمانم نشسته ای. تمام درها بازند، هیچ یک را نبسته ای. سادگی و هوشیاری دست به دست هم می رفتند. تو را دیدم در چشم های گاو، هالو، بانو، لیلا، سارا. خیابان درختی در شهر من کرج، باید کاخ نشین می بودی با آن همه آثار، اما در یک باغ ساده. حال همه به خانه اتریختند که چرا ببینند سادگی را، برای دیدن پدیده هایت نابینایانند. من یک زنم، حمیده، ستوده امت و عاشقت بوده ام، حتی از آن زمان که در غارهای عصر حجر بیدار مانده ام تا آتش را زنده نگاه دارم، تا مرد خست از شکارم را، تا کودکانم را از حیوانات درنده در امان دارم. از هر صدایی از خواب جسته ام، با تمام حسم و حس ششمم از تو نگاهداری کرده ام. تو خواب بودی آن شب، ساعت 8 ضربه زد، صدایی شنیدم، سگمان نگران بود. با حس زنانم در آشپزخانه را قفل کردم و به سوی در ورودی دویدم. کسی خود را به پشت شیشه می فشرد. صدایم را جمع کردم و فریاد زدم: کیستی؟ که بدانی هستم، آگاه و بیدارم. شاید همان شب به داخل می آمدند و ما را می کشتند، اما ایست دادم، مراقب بودم. تا چندین شب بعد در اتاقم بودم، نیمه خواب بودم یا بیدار نمی دانم. شاید چیزی می نوشتم یا با اینترنت سرگرم بودم، هیچ کس نمی داند. مردم بیدار بودم، ما با دخترمان در تماس. گفت بیا منزل، آش دوغ داری، یک شام ساده درویشی. نه کباب بلدرچین بود و نه فیله گوسفند. آمده اند چرا ببینند سادگی را؟ مرد من چقدر ساده اید، در را باز نکنید، شک کنید، تردید کنید، حس ششمتان را روش دهید، نگاه کنید، بو بکشید، گوشتان را تیز کنید. ساده لوحانه شاید فکر کردید دخترمان است، در را باز کردید، یا کسی گفت باز کن، باز کردید، یا صدایی شنیدید، باز کردید ببینید کیست. ببندید، مراقب باشید، شک کنید، تردید کنید، باز نکنید، باز نکنید. حیوانات درنده، درنده آتش را زنده نگاه دارید. حیوانات درنده آتش را زنده نگاه دارید. حیوانات درنده آتش. آمده اند چه چیز را ببینند، جمع شده اند چه چیز را ببینند. آنها که نابینایانند، آتش حیوانات درنده، آتش حیوانات درنده. خون